إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بینندگان عزیز، سلام و رحمت خداوند بر همگی شما باد و امیدوارم عبادات و طاعات شما قبول درگاه الله رب العالمین واقع شده باشد. مبحث امشب را با این آیه آغاز میکنیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید: یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. ای انسان ها، اعم از کافر و مسلمان و مسیحی و یهودی، الله تمامی بشریت رو خطاب قرار داده و میفرماید: یا ایها الناس، ای انسان ها، قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. همانا دلیل و حجتی از جانب پروردگارتان برای شما آمد و برای شما نوری آشکار نازل کردیم. بله عزیزان، این قرآن دلیل و حجت و نوری است آشکار برای رسیدن شما به بهشت الهی. و هر کسی که این نور رو ترک کرد، یعنی تاریکی رو انتخاب کرد، و انسان هیچ وقت نمیتونه در تاریکی حرکت بکنه. هر کسی که به این دلایل واضح و آشکار در اثبات حقانیت قرآن مجید پشت کرد، در واقع هم دنیا و هم آخرت خودش را از دست داد. قرآن مجید تمامی انسانها رو به تدبر و تفکر دعوت میکنه و هر انسان منصفی که به این قرآن روی بیاوره و بدون تعصب اون رو مورد مطالعه صحیح قرار بده، بلافاصله ایمان میآورد. قرآن معجزه الله است و شما بیایید اعجاز علمی قرآن رو بررسی کنید. اعجاز در خلقت و طبقات هفتگانه زمین که تا قرن بیستم زمین شناسان فکر میکردن زمین تنها متشکل از سلای است، ولی قرآنی که بر یک انسان امی به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در 1400 اندی سال پیش نازل شده، ثابت میکنه که زمین از هفت لایه تشکیل شده. الله سبحانه و تعالی میفرماید: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. الله سبحانه و تعالی اون ذاتیه که آسمان رو هفت طبقه آفرید و از زمین نیز همانند اون رو آفرید، یعنی هفت طبقه. اولین سفینه فضایی آپولو 1 زمانی که به آسمان فرستاده میشه، این در کردن که آسمان از طبقاتی تشکیل شده و اونجایی که دیگه نتوانستن جلو بروند، یکی از سرنشینان این سفینه فضایی پیامی رو به زمین ارسال میکنه و میگه: گویی من اکنون کور شدم، یا اینکه چیزی چشمان مرا جادو کرده. وقتی این پیام در اینترنت ها منتشر شد، علمای اسلام گفتن که این همون جمله‌ایه که الله سبحانه و تعالی در قرآن مجید آورده، اونجایی که میفرماید: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. یعنی اگر ما دری از آسمان بروی اینها بگشاییم که پیوسته از هان از این درها بالا بروند، میگویند یقینا ما را چشم‌بندی کردند، بلکه ما گروهی سحر شده ایم. بیایید به اعجاز در آبها، اعجاز در حرکت کهکشانها، اعجاز غیبی و تاریخی، اعجاز در جسم انسان بنگرید که الله سبحانه و تعالی در قرآن مجید چگونه خلقت و حرکت اونها رو توضیح میده. در حالی که مدعیان، کسانی که میگویند این قرآن مال 1400 سال قبل، خودشون هر چقدر که موفق به کشف اکتشافات نوینی میشن، اینها متوجه میشن که در قرآن این کشف همان 1400 سال قبل مطرح شده. امروزه نحوه رشد جنین در شکم مادر توسط بسیاری از این دستگاه‌های دقیق مطرح میشه، در حالی که در اون سالها، در 1400 اندی سال پیش، زمانی که قرآن بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل میشه، این رشد جنین رو بدون وجود این دستگاه‌های بسیار دقیق معرفی و بیان میکنه که امروزه به سبب آن دانشمندان طب دست به دهان موندند و حتی مسلمون شدند. دکتر المار که یک دانشمند جنین شناسیه و معروفه، با رسیدن به این آیات مسلمون میشه و به حقانیت این کتاب اقرار میکنه و اعتراف میکنه که این کتاب از جانب اللهه. و صدها متفکر با مشاهده اعجاز بیانی و اعجاز علمی در قرآن، کلمه شهادتین لا اله الا الله محمدا رسول الله رو میگن. اسلام چیزی رو حرام نکرده مگر اینکه در درجه اول مضرات اون متوجه جامعه بشریه. آیا مثلا فکر کرده اید چرا اسلام زنا رو حرام کرده و اون رو از کبایر معرفی کرده؟ شما امروز شاهد هستید که متاسفانه رشد کردن شک میان زن و مرد و رشد کردن قتل‌های ناموسی و بدتر از همه رشد کردن بیماری‌های متفاوت مثل ایدز، همه اینها ناشی از همین عمل زشت و بد زنا هستند.
آیا شما به این نتیجه رسیده اید که پزشکان اقرار کردن به این که زنی که حجاب خودش رو حفظ میکنه سالمتر از یک زن بی حجاب؟ و اکثر مبتلایان به سرطان پوستی از زنانی هستند که پوشش ندارن. به خاطر چی؟ به خاطر اون نور آفتابی که به پوست اینا اصابت میکنه و حساسیت پوستی که زنها در مقابل نور آفتاب دارن. ای مسلمانی که این قرآن رو در تاقچه خونت گذاشته ای، بدون که این کتاب الله سبحانه و تعالی است، قرآن مجیده که امروزه متاسفانه در میان ما مسلمان ها فراموش شده و خیلی ها و تمامی بشریت بلا شک بلا استثناء از آوردن مانند قرآن حتی یک سوره هم عاجزند. یک دانشمند ژاپنی تنها با آوردن یک ظرف آب و گذاشتن نوار قرآن و نگاه کردن به حرکت مولکول‌هایی که زمانی که اون قرآن تلاوت میشه به واسطه یه میکروسکوپ متوجه میشه که هرگاه آیات قرآنی تلاوت میشه مولکول‌های آب جمع میشن و یک شکل طلایی، یک شکل بسیار زیبایی رو تشکیل میدن و بعد از دیدن این صحنه مسلمان میشه. بیایید با هم اعجاز علمی در قرآن مجید رو بررسی کنیم و قدر این قرآن رو بدونیم و شک نکنید عزیزان من، دوستان من، که این کتابی نیست و چیزی دیگر است. با هم یک میان برنامه ببینیم، سپس در خدمت شما خواهیم بود. خب ظاهرا میان برنامه رو دوست هنوز آماده نکردن. کارشناس محترم برنامه رو خدمت شما معرفی میکنم، جناب دکتر عبدالعلیم، بسیار بسیار خوش اومدید و فرارسیدن این ماه رو الان در اواسط ماه مبارک رمضان قرار داریم. من این ماه رو بازم به شما تبریک عرض میکنم. مقدمه ای اگه با بینندگان عزیز ما داری، من در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه خدمت شما استاد آبکار صاحب، خدمت کارمندان شبکه نور و خدمت تمام بیننده های شبکه نور که خدمات علمی ارزنده را برایشان همیشه تقدیم کرده، احترامات خود تقدیم میکنم. با امید از اینکه انشاءالله در خدمت اونها خواهیم بود. انشاءالله. جناب دکتر، یکی از مباحثی که امروزه مطرحه بحث اکتشافات علمی که اصولا خیلی ها، خیلی از دانشمندان غیر مسلمان و مستشرقین به اون از طریق قرآن دست یافتند و این در حالیه که خیلی از مسلمان ها متاسفانه این قرآن رو فقط از باب اینی که اونو بخونن و در تاقشا بذارن میدونن و خیلی از مسلمان ها نسبت به قرآن مجید بی اهمیت شدن حقیقتا و این یک معضل بسیار بزرگیه. اساسا جناب استاد، اگه یک مقدمه در مورد این که ما بدونیم اولا معجزه چیه برای بینندگان عزیز ما دارید، من در خدمت شما هستم، سپس انشاءالله بحث رو با شما جلو خواهیم برد. بله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. خداوند متعال در قرآن عزمشان مي فرمات: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. من إن آيات را امروز تلاوت مي کردم و در عمق إن آيات تدبر و فكر کردم، واقعا قرآن عزمشان عن كتاب بعظمتي است که هر قدر انسان در او عميق شود، تدبر کند، فكر کند، روحیه جدید در روان و در روح و در جسمش تأثیر میگذارد. قرآن کتاب همانند دیگر کتاب های نیست که ما را با او مقایسه بکنیم. قرآن کریم آن کتاب بزرگی است که از طرف خداوند بزرگ بالای پیغمبر بزرگ برای امت بزرگ هدیه شده. ما قسمی که شما فرمودین به بیندگان عزیز، نباید قرآن را ما یک کتاب عادی فکر کنیم، به تلاوت او بپردازیم بدون از اینکه به عمق اوضو ما توجه بکنیم. یک آیت قرآن اگر ما توجه بکنیم و فکر کنیم، تدبر کنیم، ما خیلی چیزهای جدید را به دست میاریم. درست. روحیه جدید در جسم ما، در روح ما، در روان ما تأثیر میگذارد. همین آیت ما که تلاوت کردم: لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. بسیار یک آیت با عظمتی هست که اگرچه الفاظش کوتاه هست اما مفهوم بسیار بزرگی را دارا هست. خداوند متعال می فرماید که این کتاب است که نه قبل از او و نه بعد از او، نه پیش از او نه بعد از او، در این آیت تحریف و تغییر و تبدیل صورت می گیرد. ای از معجزات قرآن کریم است. خداوند متعال در الفاظ بسیار کوچک کوتاه، بله، عظمت این کتاب بر ما تشریح میکند. لا یأتیه الباطل.
به این کتاب هرگز باطل، باطل هدف چیست که نه دهی تغییر میاد، نه تبدیل میاد، نه کسی می توان از دارد که این کتاب تحریف بکنه. بله. چرا؟ به خاطر از که تنزیل من حکیم حمید، سبحان الله، این کتاب است که از طرف خداوند است. بله. که وحی خداوند با توانا هست، ذات با توانا هست و ذات حمید استوده شده هست. درسته درسته. وقتی که کتاب از جانب او خداوند باشد، درسته. کدام قدرتی هست، کدام نیروی هست که دو دست اندازی بکنه و دو تغییر و تبدیل را ایجاد بکنه؟ درسته. پس قرآن کریم بسیار کتاب بزرگی هست. ما در رابطه با اعجازی که شما سوال کردین، اعجاز قسمی که علما شرح میکنن، اعجاز به معنای عزیز که یک امر خارق العاده است که به شکل چلنج برای بشر تقدیم میشه. درسته. در اینجا دو بخش است در مسئله اعجاز یا معجزه. اگر بگویم بله، معجزه را اول یکی از خصوصیات پیغمبر هست. هدف از معجزه این می باشه که چلنجی است برای بشر. درست. که آیا شما هم توانی از اینجا دارین که همین قسم چیزا شما تقدیم بکنی، عرضه بکنی برای مردم؟ درست. و در این وقت کار خارق العاده است. خارق العاده به این معنی است که خلاف طبیعت، خلاف عادت هست. بله. یعنی این کار هر کس از توانش بیرون نیست که اونها این کار انجام بدن. بله. ای از اونها صادر شو، بس ای از جمله مخلوقات خاص خداوند که اونها پیغمبر است، از اونها این معجزه صادر میشه. پس واژه اعجاز هم از معجزه گرفته شده. درسته. که یک کار خارق العاده است که به خاطر چلنج دادن و تحدی برای بشر. درسته. از طرف خداوند برای پیغمبر داده میشه و بشر در مقابل معجزه ها سکوت مطلق کرده میتونن بدون از اینکه در مقابل از او معارضه داشته باشه. بله، اشاره کردیم به یک مسئله خیلی مهمی، اونم بحث تعریف خود معجزه است. و فقط شما اشاره کردیم به اینکه معجزه مختص فقط فقط انبیا است، پیامبر است. بله. و از جانب خداوند سبحانه و تعالی به اینا این معجزه داده شده و در اصل و در ذات اون هم به اذن خود الله سبحانه و تعالی است. یعنی خود پیامبران مستقلا نمیتونن در این امر تصرف و دخلی در واقع داشته باشن الا با اینکه به اذن و اجازه الله سبحانه و تعالی. من میخوام به شکل مقدمه من دو مسئله را ذکر کنم در این رابطه که به معجزه مربوط است. من یکی از قسمی که علما میگوین، میگه بشر که است به سه نوع کارها روبرو میشن، به سه نوع موقف. یکیش کارهای عادی است، به نام عادیات یاد میشه. یعنی کارهای عادی به این معنی است که هر کس توان از رو داره که او کنه انجام بده. یک دانه گندم شما بگیرین، او را در زمین بگذارین، او کشت میشه، میروید. این کار هر کس انجام داده میتونه. این از جمله کارهای عادی است که نه به تجربه ضرورت داره، حتی یک طفل میتونه که در زمین بگذاره و بروید. میگه دومش از کارهای عجایبات است. یعنی کارهای عجایبات است که به یک طبقه خاص از مردم تعلق میگیره که اونها را متخصصین میگوین. متخصصین کسایی هستند که در این راستا تجربه دارن. بله. که به اساس تجربهشان یک کار از اونها صورت میگیره. مثلا در بخش صناعت اگر بگویم، امروز همین پیشرفت بشری که است در تمام عرصه ها، بله، اگر در بخش های تکنولوژی هست، در بخش های صناعت، زراعت، هر چی که است، ای از آفرینش انسان ها هست. یک انسان اختراع کرده، یک چیز هواپیما را انسان اختراع کرده. بله. تکنولوژی امروز انسان اختراع کرده، موتور است یا موتور است یا ماشین است، دیگه چیز هاست. بله. این همش از اختراع انسان هاست. بله. مخترع اولش یک انسان بوده، ولی به اساس تجربه هم یک انسان، دیگر آمدن اونها ادامه دادن امورا را، اختراعات دیگری کردن. همانند ازی که میگه اولین بمب انرژی اتمی را امریکا اختراع کرد. درست. و بعد از او چینایی ها او را اختراع کردن. بله. کیر از جمله اختراعات یا چی میگوین، عجایبات میگوین، اکتشافات بشری. درست. که یک طبقه خاص از مردم ایره انجام میدهد. سومش که است ایره میگه معجزات میگوید. معجزات که است ای از توان و قدرت انسان ها خارج هست. درست. از یک طبقه خاص انسان ها صورت میگیره که رو ما پیغمبران میگوین. به طور نمونه یک مثال خدمت شما عرض بکنم. بله. میگوین که سلیمان علیه السلام یکی از پیغمبران خداوند بود. بله. تخت سلیمان علیه السلام در هوا حرکت میکرد. درست. یکی از معجزات سلیمان علیه السلام بود. بله. اما امروز هواپیما در هوا حرکت میکنه. این فرق بین دو چیز چی است؟ این از اختراع انسان هست، اما تخت سلیمان علیه السلام معجزه بود. بله. درسته. در اونجا معجزه سلیمان علیه السلام بدون اسباب مادی حرکت میکرد. درسته. اما اختراعات انسان ها که از هواپیماست به اساس اسباب مادی حرکت میکنه. دقیقا. اونجا موتور است، اونجا بنزین است، اونجا دیگه وسایل است. اگر این چیزها نباشه دقیقاً حرکت کردن نمیتونه. درسته. پس معجزه کی است؟ یکی از
منت های الهی است که بالای پیغمبران میشه و از توان و قدرت انسان ها خارج است که انسان ها را دعوت میکنه به سوی تدبر در کون و برگشت به سوی خداوند یکتا و برای اثبات حقانیت رسالتی که الله سبحانه و تعالی انبیا رو خاطر اون در واقع فرستاده برای هر قومی. خب جناب استاد یک مقداری عمیق‌تر وارد بحث میشیم. برای اینکه ما به نوعی تثبیت و ثابت بکنیم مسلمونا رو که شما قرآنی رو دارین که واقعا معجزه است و در اون هیچ شکی نیست، مقداری میخواییم خیلی از یعنی مباحث رو تا جایی که وقت اجازه میده در مورد معجزه در موردش بحث بکنیم. 1420 اندیش سال قرآن مجید بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل میشه. یکی از مباحث و اکتشافاتی که یعنی در اوایل قرن بیستم دانشمندان اومدن بهش دست یافتن، قضیه شکلگیری جنین و یا همون خلقت جنین در رحم مادره. خب در اون سالها محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که شخصی امی و ناخوان بوده، قرآنی بهش نازل میشه که این نظریه رو ثابت میکنه. اگه امکان داره در مورد شکلگیری و خلقت جنین در شکم مادر از دیدگاه قرآن یک توضیحاتی رو بفرمایید. بله، قبل از قضیه جنین اگر ما توجه کنیم، قرآن خودش یک معجزه بزرگی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. علما میگوین که پیامبران گذشته معجزاتشان به اونها بسته بود، بستگی داشت. پیغمبر بود، معجزش بود. اما قرآن کریم آن معجزه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت کرد، ولی معجزه جاودان و ابدیش تا قیامت باقی میمانه. درسته. پس قرآن کریم معجزه جاودان و ابدی پیامبر صلی الله علیه و سلم است که هرگز از بین نمیره، مناسب هر مکان و زمان، هر زمان است. درسته. و مثل که امام زرقانی رحمت الله علیه فرمودند که در قرآن کریم یک معجزه نیست، بلکه هزارها معجزه هست. همینطوره. در هر عصر و زمان اکتشافاتی که میشه، او را قرآن کریم قبل از اکتشافش ثابت نموده. چرا؟ یعنی ما اگر به یک چیز متوجه شیم که چرا قرآن کریم ثابت کرده، به خاطر ازی که این کتاب خداوند هست. درسته. یعنی این به علم خداوند تعلق داره. بله. وقتی که خداوند در قرآن کریم میفرماید و یخلق ما لا تعلمون، درسته، به این معناست که چیزهای در آینده اختراع خواهد شد، انسان او را کشف خواهد کرد که او را ما فعلا نمیدانیم. مثل که صحابه نمیدانستن که یک وقتی خواهد بیه که هواپیما است، آهن است در هوا پرواز میکنه، موتر و ماشین است در روی زمین حرکت میکنه، آهن است. درسته. اما این یک معجزات الهی است که خداوند امی عقل بر انسان داد. تا انسان از عقلش استفاده کنه و این معجزات را برش ثابت بسازه. میپردازیم به نقطه که شما اشاره کردین، خداوند متعال در مسئله خلقت انسان. بله. آیات های مختلف متعدد را ذکر کرده. بله. در سوره نوح خدا می فرماید که مالکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا. ای انسان ها، چرا به خداوند متعال به عظمت شما قائل نمیشین، اعتراف نمیکنین، در حالی که شما را به مراحل آفریده، اطوار آفریده، و قد خلقکم اطوارا، یعنی اطوار به معنی است که به مراحل شما را آفریده. دفعتا انسان به میان نیامده مثل آدم علیه السلام. بله. در اینجا این اطوارا مراحل مختلف خلقت انسان اشاره میکنه. بله. که بعد از آیات دیگری را شرح میکنه. بله. میگوید که نخستین طوره یا نخستین مرحله خلقت انسانی بود که آدم علیه السلام بود که خداوند او را از خاک و گل آفرید. درسته. خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون. بله. یعنی انسان از خاک و گل آفرید که او آدم علیه السلام بود. این آغاز خلقت بود. درست. که ایره در نخستین مرحله خلقت انسان خداوند ذکر میکنه که هو الذی خلقکم من طین. بله. ثم قضا اجلا، در سوره انعام خداوند میفرماید. بله. شما را از گل آفرید، بعد از او بر انسان یک مدت معین را تقدیم نمود. این نخستین مرحله است. بله. مرحله خلقت آدم علیه السلام. بعد از این مرحله که موضوع بحث ما و شماست، که موضوع اعجاز قرآن در چی، در مسئله خلقت انسان، در جنین است، در بطن مادر هست. بله. در شکم مادر است. او را قرآن کریم بر ما چه قسم شرح میده؟ بله. میگه نخستین مرحلهش بعد از مرحله اولی که خلقت آدم علیه السلام بود. بله. مرحله نطفه هست. خداوند متعال در قرآن عظیمشان میفرماید که هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه، در سوره غافر خداوند میفرماید آیت 67. بله. خداوند ذات است که شما را از خاک آفرید
بعد از شما را از نطفه آفرید. درست. میگوید که نطفه کدام مرحله را میگوید؟ میگه نطفه یکی منی هست، بله. که آب مرد و زن است. بله. یکی مرحله نطفه هست. بله. میگه نطفه او مرحله است که همه آب مرد با آب زن یک جای میشه. درسته. وقتی که آمیزش پیدا میکنه، تلقیح صورت میگیره، اینجا مرحله نطفه آغاز میگردد. جالبه. مرحله نطفه آغاز میگردد که درسته. باز او تا 40 روز دوام میکنه که پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیثش مکمل شرح داده. 40 یوم نطفه، ثم 40 یوم علقه، ثم 40 یوم مضغه. بعد از او تا 40 یعنی 120 روز بعد که 4 ماه می، انسان به مرحله خلقت نهاییش میرسه. این نخستین مرحله در بطن مادر هست، در شکم مادر است که مرحله نطفه هست. خدا متعال ایره گفت که شما را از نطفه آفریدیم. بعد از مرحله چی می؟ علقه می، مرحله دومی است که خدا داره که علقه در زبان عربی به معنی یک توته از خون می گوید. لخته خون. لخته خون. بله. یک توته یا قطعه خون. بله. می گوید در زبان عربی. بله. فقط یک تماسی هم هست جناب دکتر، اگه اجازه بدید این تماس رو هم داشته باشم، بعد همین بحث رو بعد از این ان شاء الله ادامه خواهیم داد. جناب آقای دکتر طاهری از تهران، به برنامه خودتون خوش اومدید، من در خدمت شما هستم. الو جناب آقای دکتر طاهری، بفرمایید. بله. الو. بله بله، من شما رو دارم، بفرمایید. من تشکر میکنم از برنامه‌تون و اینکه من تونستم تو برنامه‌تون این فرصت رو داشته باشم که عرایض خدمتتون بکنم. فهمه. من مطلبم واقعا استفاده کردم از مطالبی که می‌فرمودید تو برنامه‌تون. یه چیزی به نظر اومد، همین این که کتاب‌های آسمانی که ما داریم دو تا جنبه دارن برامون برای استفاده، یکم این جنبه علمیه که حالا می‌تونیم بگیم حتی علوم تجربی هم از اینا استفاده کردن، همون جوری که می‌گین. بله. حالا یکی از علوم تجربی که به عنوان فیزیک مثلا باشه که رشته پنده است. بله. و این علوم تجربی و انسان ها، حالا یک طریقش حالا شما میگین از طریق کتاب آسمانی و همچنین خیلی از افراد با تجربه و آزمون و خطا و خیلی از علوم رسیدن و درسته. استفاده کردن. درسته. و یه جنبه دیگه که خیلی مهمه برای بشریت، بله. این جنبه که بتونن از با استفاده از این آموزه های الهی به آرامش برسند و زندگیشون با آرامش و لذت همراه باشه. به نظر من این جنبه دوم که خیلی اهمیت داره و نمیشه به وسیله علوم بشری و تجربه و راه های دیگه به دست آورد، اینو فقط میشه از طریق ایمان آوردن به خدای مقدس و خدای زنده، که حالا ما مسیحی‌ها ایمان داریم به عیسی مسیح، اینو به دست آورد. حالا هر کسی از این راه دیگه‌ای که میدونه، ولی به نظر من دعوت میکنم حالا امتحان کنم مردم این جنبه علمی رو که استفاده کردن، از جاهای دیگه هم دارن استفاده میکنن، ولی این جنبه روحانی و آرامش و لذت از زندگی بردن رو امتحان کنم، ببینم واقعا که چطور میشه از خدای زنده عیسی مسیح اینو دریافت کرد. شکی نیست که نمیشه با چیز دیگه پر کرد. بسیار سپاسگزارم از توضیح خوبتون جناب آقای دکتر طاهری. شکی نیست که ایمان به خداوند سبحانه و تعالی، خداوند یکتا، خداوندی که همتایی نداره، یکی از مسائل بسیار مهمیه و در همین بحث انشالله ما تمام هدفمون از تر و بیان اعجاز و قضایایی که برای دکتر یکی از پزشکان معروف موریس بوکای پیش میاد و ایشون نصرانی بودن و بعد مسلمان میشن، اینو حتما مطرح میکنیم تا انشاءالله تثبیت باشیم در فهم و تدبر در قرآن مجید. جناب دکتر، من در خدمت شما هستم. فرمودین که مرحله اول نطفه و مرحله دوم لخته خون. بله. و بله، ما در مرحله دوم خلقت انسان بودیم که او را علقه میگوین و خدا متعال در قرآن کریم میفرماید که خلق الانسان من علق. نه. خلق الانسان من علق، یعنی خداوند آفرید انسان را از علقه، از لخته خون. در اینجا علق در زبان عربی به معنای عزیز که یک چیز آویزان باشه، معلق باشه. میگه وقتی که بعد از نطفه، بعد از 40 روز نطفه به مرحله علقه میرسد، در اینجا تصویر انسان در می لخته خون به میان میاد، تصویر. نه. یعنی صورتی از اون. نه.
و امی لخته خون در رحم زن آویزان می باشه، معلق می باشه، معلق می باشه. این میگه از علقه از چی گرفته شده؟ همانند آن کرمی که خون انسان را می مکد. یک نوع کرمی است که شکلش همانند خون ورس وقتی که در جسم انسان میرسه خون انسان را می مکد. میگه علقه هم از مو چیز گرفته شده که همانند اونمو کرمی است که در رحم مادر میگه بستگی پیدا میکنه، معلق میشه و از اونجا میگه غذا باز ای بر خود چی میکنه؟ تهیه میکنه. این مرحله علقه است که مرحله دومی خلقت انسان است. بعد از اون مرحله سومیشه مضغه میگوین. مضغه در زبان عربی به معنی عزیز که یک چیز را آدم در دندان خود بجود. سبحان الله. اگر شما ایده باشین ما ساجق میگیم که او را آدم در دندان خود بجود، بازو یک شکل خاص را میگیرد. این مرحله سیومی انسان است که بعد از 80 روز به مرحله مضغه میرسد. تکه گوشت، یعنی یک تکه یک قطعه گوشت میباشد. بله سبحان یک قطعه گوشت است که نسبت به علقه این کمی پیشرفته تر میباشد. و خداوند متعال در این رابطه فرمودند که ثم فخلقنا العلقة مضغة. سبحان الله. بعد از اینکه ما علقه آفریدیم، بعد از علقه مضغة فخلقنا. یک نقطه جالب در زبان عربی است که خدا فا را استعمال میکنه. فا یعنی فا به معنی است که تعقیب مع الوصل، بلا فاصله، ترتیب بلا فاصله. از مرحله علقه به مرحله مضغة رسید. درست. که قطعه گوشت است و از 81 روز تا 120 روز ایچی میشه، میگه این دوام پیدا میکنه، مرحله مضغه. یعنی چلش از نطفه بود، چلش از علقه بود، چل دیگهش از مضغه هست. سبحان الله. پس شد روی هم تا به اینجا شد نطفه اول از همه. بله. بعدن این نطفه تبدیل میشه به یک لخته خون. بله. بعد از اون تبدیل میشه به یک لکه گوشت، تکیه. بله. گوشت، یک تکیه گوشت. بله. بله. که تقریبا اعضای انسان آهسته آهسته رو به نمو می باشه در مرحله مضغه. در اینجاست که مرحله چهارمی صورت می گیرد که حتی قبل از اینکه به این مرحله برسیم، میگه بعد از مرحله مضغه در اینجا نفخ روح صورت می گیره. یعنی روح در وجود انسان می دمه، مثل که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که ثم ينفخ فيه الروح. در این جسم تا این مرحله دی روح نبود. بله. بعد از این مرحله دی روح می دمه و یؤمر باربع کلمات، بعد از او به چهار چیز به اون نشته میشه. بله. که رزق از او، عجل از او و دیگه ایست که عملش و شقی و سعید است. بله. ایچ زهای نشته میشه. یک نقطه اعجاز قرآنی رو ما در اینجا میخوام ذکر بکنم که بعضی ها فکر میکنه که و یعلم ما فی الارحام، این آیت قرآن کریم است که بعضی میگوید که و یعلم ما فی الارحام، مطلبش است که نر و ماده که در شکم مادر است ایره خداوند میفرم، یه جمله غیبیات است، در حالی که امروز علم کشف کرده که ایره پزشکا هم میدانه. بله. میگه این جمله غیبیات نیست، انمی ذکوریت یا اونوسیت. اصلیش چیزی که غیبیات است او رو پیامبر صلی الله علیه و آله برای ما تشخیص کرده که درسته. عمرش است کی میدونه؟ اگر انسان در اوج علم و اکتشافات برسه نمیدونه که چقدر عمر داره. درسته. اجلش نمیدونه. درسته. رزقش نمیدونه. سعادت و شقاوت انسان نمیدونه. درست. اصلا غیبیات که است در انمی نقاط است که بعد از 120 روز برای انسان چی میشه؟ ای رخ میده و صورت میگیره. بله. ویر پیامبرشان در حدیث بر ما 1400 سال پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم این نقطه دقیق رو توضیح داده. توضیح داده. این یعنی شرح این آیت کریمه است که و یعلم ما فی الارحام. حتی ایره اکثر مردم سوال میکنه. درسته. یعنی شبهات در اسلام وارد میکنه که و یعلم ما فی الارحام. بعضی مفسرین سابق همین قسم شرح میکردن که خداوند ذکوریت یا انوثیت چی میکنه؟ درسته. میدونه. درسته. اما فعلا علم کشف کردن که نه خیر، ایره علم هم چی میدونه، یعنی کشف کرده و مردم میدونه، انسان هم میدونه، پس از جمله غیبیات نشد. درست. غیبیاتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله بر ما شرح کرده که تا قیامت هرگز انسان نمیفهمه که همین جنین چقدر عمر داره. دقیقاً همینطور. چقدر رزق داره. دقیقاً. سعید است یا شقی است، بدبخت است، نیکبخت است، کی از دنیا میره، کجا اصلا از دنیا میره. بله. بله. اینا همه از غیبیاتیه که بجز الله سبحانه و تعالی و از جمله معجزات الهی است که قرآن. بله. کریم او را اشاره کرده. بله. این مرحله چهارم خلقت انسان بود. بله. مرحله پنجمش میگه مرحله عظام یا استخوان. استخوان. بله. استخوان است که مرحله مضغه که است میگی توته گوشت است. بعد مرحله استخوان شروع میشه که خداوند در این توته گوشت میگه استخوان می آفرد. و استخوان ها میگه پیدا میشه. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما. سبحان الله.
فكسونا العظام لحما فتبارك الله احسن الخلق سبحان الله سبحان الله سبحان الله بالسؤال روايه بزرگ اس خيلي روايه بعظمتي اس كي تمام خلقت انسان در در الفاظ کوتاه در چند کلمه بر ما تشریح داده آیا در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله صحابه مردم میفهمیدن یعنی علاقه چی یعنی مضغه چی یعنی علم دستگاه اصلا بود که مثلا بیاد ببینی که اصلا جنین چطوری در شکم مادر شکل میگیره به هیچ وجه نبود نبود ولی فعلا امروز با دستگاه هایی که انسان ها اختراع کردن ایره کشف کرده که واقعا امی مراحل که قرآن کریم در خلقت انسان ذکر کرده این همش حق است ثابت است و ایره از معجزات قرآن کریم میدانیم که قرآن کریم میره 1400 سال قبل به اشاره کرده بود در اینجا میگه قضیه طبقات استخوان هاست که چطوری میگه پیدا میشه در وجود انسان میگه اولین ستون فقرات انسان میگه تشکیل میشه بله و امی از غضروف ها میگه استخوان انسان چی میشه به میان میاد تا که به مرحله کمال میرسه و مکمل انسان از او چی میشه تشکیل میشه بعد از این مرحله بله. مرحله ششم است که اون مرحله پوشاندن استخوان بچی است به گوشت است ایره خدا متعال میفرماید که ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا علقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما سبحان الله سبحان الله ای بسیار یک جای تعجب است که وقتی که استخوان رسید بعد از مرحله گوشت میاد که گوشت خدا در چی میکنه بالای عظمی چی میپیچان استخوان ها میپیچان وقتی که پیچانده شد در اینجاست که انسان جسمش به مرحله اعتدال یا پوره و مکمل میشه جسمش یک انسان مکمل آفریده میشه و پیدا میشه مرحله اخیرش میخوام ذکر بکنم که میگه شکل انسانی هست ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر سبحان الله یعنی بعد از این ما یک مخلوق جدیدی پیدا کردیم سبحان الله چی مانا؟ ببینید نطفه اصلا او رو ما انسان گفته نمیتونیم علقه همانند یک کرمی هست او رو ما انسان گفته نمیتونیم مدغه یک توته گوشتی هست او رو ما انسان گفته نمیتونیم بعد از دو استخوان های صورت میگیره بعد از اینکه استخوان صورت گرفت و گوشت به او پیچانده شد فخلقناه ثم انشأناه خلقا آخر ما رو یک انسان دیگری آفریدیم که یک انسان مکمل هست فتبارک الله احسن الخالقین سبحان الله یعنی خداوند یک ذات بسیار با برکت است که بهترین خالق است بهترین خالق است ببینید که ایره این آیت ما را به کجای ایمان میکشه اصلی خالق کی است یعنی اصلی خالقی که این مراحل سر انسان میگذرانه و امی سخت‌ترین مراحل سر انسان میگذره اون همش در شکم مادر دقیقاً میتونه شکم مادر است هیچ کس نمیدونه که غذا را به می جنین کریم کی میرسانه صحت انسان در می مرحله جنین بدوش کی هست ایره کی بزرگ میکنه از مرحله نطفه که خدا میفرمه من ماء مهین از یک قطر آب انسان آفریده شد درست یک قطر آب بسیار سبک ناچیز بله ولی این به مرحله میرسه که تبدیل میشه به یک انشأنا خلقا آخر یک انسان یک جدید یک مخلوق جدید به میان میاد فتبارک الله احسن الخالقین این نقطه بسیار جالب است که خداوند ذات است که اونو باید ستایش شوه و قابل ستایش است. دقیقاً همینطور توضیح بسیار خوبی بود. اگه اجازه بدین با هم یک مهمانه ببینیم سپس ان شاء الله در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. هدف ما اینه که قرآن را به خانه های شما بیاریم، شما را با قرآن آشنا سازیم، با احکام قرآن و با احکام تلاوتی که در خدمت استاد بزرگ شیخ عبدالعزیز ابوالغیث که از قاریان کشور مصر عربی هستند. اینا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الارض لا يمكن أن نقراها كالكاف مع كسرها فنقول المستقيم نعم الشيخ میگه که در المستقيم چون اینجا الف لام الف لام قمری هست میگیم اهدنا الصراط یعنی لام حتما باید ظاهر بشه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الحاكمين. أحسنت. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. برنامه آموزش نور از راه دور را با لباسی نو و تازه به شما بینندگان عزیز و ارجمند تقدیم می‌داریم. خب بینندگان عزیز، ببینید که قرآن مجید چه زیبا توضیح میده، با چه اعجازی، با چه وصفی خلقت جنین رو در شکم مادرش توضیح میده. الله سبحانه و تعالی در اون 1420 سال قبل بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم معجزه ای رو به نام قرآن ارسال میکنه که تا قیام قیامت دستور زندگی تمام بشریت با تمام تفکراتی که هستن میباشد. ایحسب الانسان ان یترک سدا؟ الله سبحانه و تعالی میفرماید آیا انسان فکر کرده که ما اینو همینطوری به حال خودش ترک میکنیم که هر کاری دلش میخواد انجام بده؟ الم یک نطفه من منی یمنا؟ آیا این انسان از یک نطفه منی تشکیل نشده؟ ثم کان علقه فخلق فسوا، سپس تبدیل به یک لخته خونی شد، ما اونو خلقش کردیم، درستش کردیم. در آخر میگه الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا. تمام این علامت ها رو بعد از اینکه الله سبحانه و تعالی توضیح میده، در آخر آیه میگه آیا ذاتی که شما را از نطفه خلق کرد، شما را از بعد از اون اونو تبدیل به یک لخته خونی کرد، بعد از اون تبدیل به یک تکه گوشتی کرد، بعد از اون استخوان رو درست کرد، بعد این استخوان رو با گوشت و عضلات پوشوند، آیا این ذات نمیتونه دو مرتبه شما رو زنده کنه؟ بعد الله سبحانه و تعالی این دنیا رو همونطوری خلق نکرده و یک روزی ما باید در نزد الله سبحانه و تعالی حساب اعمالونو پس بدیم. جناب دکتر توضیح خیلی خوبی بود. من بیاد یک قضیه افتادم. این کشف جنین یک دکتری بود، یک پزشکی بود، دانشمند در واقع جنین شناسی بود. ایشون به نام دکتر المور که سایتش هم خیلی معروفه، دوستان اگه میخوان میتونن از طریق اینترنت سرچ کنن توی گوگل و همین المور رو که بنویسن تمام سیرت و زندگی المور میاد. این المور وقتی که میاد نظریه تشکیل شدن و خلقت جنین رو در قرآن مجید میبینه و مطالعه میکنه، اصلا کاملا تعجب میکنه. میگه این از اختراعاتیه که ما در اوایل قرن بیستم بهش دست پیدا کردیم. چطور این قضیه رو ما متوجه نبودیم که 1420 اندی سال قبل بر شخصی بنای محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این فکر و این نظریه بدون وجود دستگاهی، بدون وجود علمی در میان عرب، اون علمی که باید این جنین رو بشناسه، مطرح شده و بلا فاصله میگه لا اله الا الله محمدن رسول الله. بلا فاصله همین دکتر المور ایمان میاره و شروع میکنه به مطالعه و تحقیق در قرآن و خیلی از اکتشافات علمی خودشو از طریق قرآن پیدا میکنه و یک کتابی رو مینویسه که در دسترس عموم اون کتابو قرار میده. من در خدمت شما هستم جناب. بله، ما اگه به یک نقطه متوجه شیم که ما مسلمان اصلا نه به عظمت دین خود آگاه هستیم و نه به عظمت کتاب خود آگاه هستیم. امروز اکتشافات را که علما کردن در تمام عرصه ها، اگر در بخش های جنین شناسی باشه یا زمین شناسی باشه یا فضا شناسی باشه، تمام بخش ها علما امروز تحقیق میکنن. بله، حتی ما یک نقطه را قابل ذکر است، میگه در یکی از شبکه های بی بی سی برنامه بود که علمای فضا شناسی امریکایی را دعوت کرده بودن و از اونها میگه پرسیدن که شما امریکایی ها در سال 1969 وقتی که اولین فضانورد امریکایی به مهتاب رفتن، بله، میگه بسیار مصارف گزاف رو شما اونجا انجام دادین. چرا؟ تقریبا میگه 100 میلیارد دلار اونها در اولین سفرشان مصرف کردن. درست. میگه در حالی که از هزارها میلیون ها انسان از گرسنگی میمره، اونها گفتن که این سفر ما سفر بیهوده نبود. ما به خاطر اثبات حقایقی که
در مهتاب میدیدیم اونجا سفر کردیم بله. و او یعنی مفیدتر از میلیاردها دلار از برای ما میگه بله. ما کشف کردیم وقتی که به مهتاب رسیدیم که مهتاب شق شده درسته دقیقاً و دو شق شده بله. و این را ما دیدیم و بعد از دو شق شدنشان پس با هم یک جای شده درسته کیره در قرآن کریم بر ما به نام شق القمر یاد میکنه بله. اقتربت الساعت و انشق القمر سبحان الله و این یروا آیه یعرض و یقول سحر مستمر درسته می قضیه شق القمر یکی از معجزات پیامبر صلی الله علیه و سلم بود درسته. داستان مختصرش اگه اجازه شما باشه بله 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 بفرمایید من خواهش می‌کنم داستان مختصرش بود که قریش به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن گفتن که یا محمد اگر تو راستی پیغمبر هستی بر ما یک معجزه تقدیم کن درسته گفتن چی است گفت اینمی مهتابی که در آسمان است اینو بر ما دو شق کن بله دو نصف کن میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم عاجلا دعا کرد بر پروردگارش که ای خدای مرا در این آزمون امتحان ناکام مساز درسته اما بود که به امر خداوند میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم به انگشت خود به طرف مهتاب اشاره کردن و مهتاب دو شق شد بله. صارت فلقین درسته یک بخشش طرف یک طرف کوه رفت و یک بخشش به طرف دیگر کوه آمد درست. میگه همین بود که این شخص صورت گرفت حتی میگه 5 ساعت این دوام کرد که تمام اهل زمین این معجزه را نگاه کردن بله. میگه وقتی که این را دیدن دوباره میگه مهتاب نزدیک شد و با هم چسبید بله. یعنی التحام پیدا کرد درست. در اینجا قریش دو گروه شدن بعضیشا که این معجزه را دیدن مسلمان شدن بعضیجا گفتن که این سحر است سحر درست. مستمر قرآن گفته که اقتربت الساعت و انشق القمر و این یروا آیه یقولوا سحر مستمر بله. اینها این دیگه سحر کرد باز یک گروه عاقلان قریش گفته نخیر اگر این سحر باشه ما مسافرانی که برمیگرده از مناطق دور افتاده به کشورهای دور سفر کردن از اونها میپرسیم که اونها این معجزه را دیدن یعنی بله. وقتی که آمدن میگه از سفر اکثر همه باشندهای مکه پرسیدن که آیا این حالت شما دیدن گفتن بله ما دیدیم که در آسمان مهتاب دو شق شده بود در فلانی شب و در فلانی وقت درست در همون جا بود که میگه اونها چی کردن مسلمان شدن بعدشون که واقعا این معجزه بود آل علما یعنی وقتی که امریکا 100 میلیارد دلار به خاطر اثبات این حقیقت مصرف میکنه درسته. و در اینجا رئیس تنظیم حزب اسلامی انگلستان میگوید که بعد از شنیدن این حادثه که دمی برنامه میگه بودم اعلان اسلام خدا کرد و دوباره می آیت تکرار کردم که اقتربت الساعت و انشق القمر میگه ثابت شد که واقعا این میگه امریکایی گفتن که همه مهتاب از قدیم زمان دو شق شده بعد از او با هم چسبیده بله. یک جا شده بس این معجزه شق القمر بود که قرآنی را اشاره کرد و امروز علم را کشف کرده دقیقا همینطور بس هست. یک نقطه را من میخوام اشاره کنم استاد محترم که ما باید همه اکتشافات علمی یا معجزه قرآن را به ایمان باید ربط بده می تنها حوادثی نیست که رخ میدهد و یا رخ داده هست درسته وقتی که خدای متعال در سوره انفطار می فرماید که یا ایوال انسان ما غرک بی ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک بله. فی ای صورت ما شاء رکبک بله. در اینجا خدا انسان متوجه می شد که ای انسان مغرور اه. تو به چی غرور داری؟ بله. چی کبر می کنی؟ درست. در حالی که تو را خدا آفرید فسواک فعدلک میگه اول تو را در جنین آفرید فعدلک میگه تمام اعضای تو را پورا و برابر ساخت درست. یعنی اینجا اگر میگه فسواک می گفت به این معنی است که ممکن اعضای انسان ناتکمیل باشه درست. اما فعدلک به این معنی است که پوره اعضای انسان مکمل شد درست. یک مخلوق جدید به میان آمد دقیقا. فی ای صورت ما شاء رکب در هر صورتی که خدا خواسته باشه شما را میگه آفریده و یک اعجاز دیگری هم میخوایم که اشاره بکنم میگه چهره های انسان ها هست درست. از خلقت آدم علیه السلام تا روز قیامت میگه دو انسان نیست که هر دوش یک چیز باشه درسته در چهره یک چیز باشه اگر در چهره مثلا یک چیز بودن در این خطوطی که در روی انگشتان وجود بله بله داره بله. بله در این فرق هست اثر انگشتی که هست بله. این حتی یکی از تا به امروز خیلی ها رو اصلا به حیرت آورده که هیچ وقت هیچ گاه پیدا نشده که دو فرد اثر انگشتشون یکی یک باشه. چیز باشه بله. حتی گذشته از یک نقطه اشاره می کنم بله. که میگه اگر در تمام چیزها دو انسان یک چیز باشن در طبیعت فرق داره پس خالق طبیعت انسان ها خالق روح و روان انسان خالق جسم انسان خداوند متعال است و تبارک الله و احسن احسن خالقین اگه اجازه بدید با هم یک سری تماس هم داشته باشیم اگه اشتباه نکنم جناب آقای پروین بفرمایید بله جناب آقای محمد از اصفهان من خیلی عذر میخوام بفرمایید من در خدمت شما هستم الو بله جناب آقای محمد بفرمایید سلام خسته نباشید سلامت باشین الو بله بله بفرمایید من صدا شما رو دارم بفرمایید
سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. من از موضوع برنامه‌ای که انتخاب موضوعی که واسه این برنامه انتخاب کردید واقعا خیلی خوشحالم، خیلی داریم استفاده می‌کنیم و استاد بزرگوارم سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید میگم. تبریک میگم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یه مطلبی آماده کرده بودم واسه اعجاز قرآن. بفرمایید. این که اون دوستی که قبلیننده‌ای که زنگ زدن گفتن که ایمان به خدای زنده نمیدونم از این مسیحی به عنوان مسیح اومدن، خیلی تعجب برانگیزه چون اینها تو کتاب مقدسی که دارن اعجازی نمیبینن. کتاب مقدسی که دارن برخلاف یافته های علمی بشری این روزات، مثلا تو کتاب گالیله رو کی دستور به آتش زدن گالیله، اعدام گالیله رو داد؟ همین کلیساها بود که نتونستن تو همون کتاب مقدس هنوز نتونستن اینو ثابت کنن که زمین به دور خورشید میچرخه، هنوز اینو نتونستن ثابت کنن. و خیلی ولی در مقابل قرآن ما چیزهای زیاد اعجازهای بسیاری داره. همون والجبال اوتادا که هست، یک مسیحی به خاطر همین آیه، خودم تو اینترنت خوندم، به خاطر همین آیه موریس بوکای بله دقیقاً همینطوره. خب به خاطر همین آیه که تو قرآن خدا فرموده که والجبال اوتادا، خب خود اومده بود چی؟ مسیحی مسلمان شده که یک اعجاز علمی دقیقه. بله یا خود همین مسیحیان اگه تونستن تو این 1400 سال اگه میتونستن میآوردن یک آیه مثل قرآن میتونستن بیاورن. دقیقاً. ولی متاسفانه میبینیم که اینها چون نمیتونن جواب تناقضات علمی که کتاب مقدس خودشون هست بدهن، به خاطر همین نمیتونن اینجور مباحث رو تحمل کنن و میان مباحث اینجور دقیق اسلامی ما رو میخوام به سخره بگیرن. حالا من یک نکته بسیار جالب خدمت شما و بینندگان عزیز من اینو عنوان میکنم، بعد نیست جناب دکتر اینم بدونین. در سال 1981 زمانی که فرانسوا میتران میاد حکم فرانسه رو این شخص به دست میگیره، در اواخر سده 80 فرانسه از مصر میخواد که مومیای فرعون رو به فرانسه بفرستن تا اینا بردارن و روی این مومیای فرعون یک مقدار تحقیق انجام بدن. شخصی به نام موریس بوکای نصرانی که این هم از پدر و مادری نصرانی هم متولد شده، این موریس بوکای این چیزو میخواد و به طور رسمی مومیای فرعون رو از مصر بلند میکنن و میارن در کشور فرانسه. جالب اینجاست وقتی که این مومیا رو میارنش، جناب دکتر، تمام پزشکان و متخصصین که در رأس اینها موریس بوکای بود که مدیر این تیم بود، اینها میان اون شب وقتی که مومیای فرعون اونجا میذارن، همشون فکر میکنن به این که ما چطوری این مومیا رو ترمیمش کنیم، ولی موریس بوکای در فکر اینه که این شخص، این فرعون چطوری از دنیا رفته، علت اینه که یعنی مرده به چه شکل بوده، به چه صورت بوده. خیلی جالبه. این اون شب وقتی که تحقیق میکنه میبینه که به مومیا و بدن فرعون نمک چسبیده. سبحان الله. بعد به این نتیجه میرسه که آره این شخص غرق شده و از دنیا رفته. حالا بعد از این، این شخص خیلی بسیار کنجکاوی بوده، بعد از این خود موریس بوکای در کتاب خودش تعریف میکنه که کتابش هم خیلی معروفه و دوستان میتونن در اینترنت هم اینو پیدا بکنن. این موریس بوکای میگه که من حالا فقط میخواستم فکر بکنم که این شخص آیا همون فرعونیه که ازش دارن صحبت میکنن، چون همه رفتن. میره حتی کتاب انجیل رو بررسی میکنه، کتاب تورات رو بررسی میکنه، توی این کتاب مقدس خودش میبینه که آره قضیه غرق شدنشون هست، ولی قضیه بیرون اومدن جسد خود شخص فرعون نیست. موشه میاد فکر میکنه، هی به فکر فرو میره، میخواد بدونه که چرا این شخص تا به الان این مومیاش هست، وجود داره، همه از بین رفتن الا این، چرا این؟ یعنی این چه اصلا جسمی داره، فلسفه‌اش چیه؟ اون شب میگه اصلا این شخص، خود موریس بوکای میگه من اون شب به خواب نرفتم که فقط بدونم که علت اینی که این جسد از بین نرفته چیه. میگه انواع آزمایش ها و انواع تحقیقات هم رو این انجام دادم و به نتیجه نرسیدم. میگه که روز بعد همینطوری در حال تحقیق و بررسی بودم، یکی اومد میگه خیلی آروم به من گفت که این همه تحقیق نکن، مسلمونا اینو تو کتاب خودشون دارن. سبحان الله.
این جمله رو میگه به موریس بوکوی که مسلمان ها اینا تو کتاب خودشون دارن، برو اون کتاب هم یکی بررسی بکن. موریس بوکوی میگه من باور نمی کنن. چرا؟ چون اصلا این جسد فرعون تقریبا 200 سال قبل کشف شده. چطور 1420 سال پیش، 1400 سال پیش از اون صحبت میکنه؟ اصلا دارن این قرآن داره از اون صحبت میکنه. هر کاری میکنه شخص باور نمیکنه. میگه خب پس برو یک نگاهی به این کتاب مسلمان ها به قرآنشون هم بیانداز. موریس بوکوی خودش میگه، میگه من رفتم تو یکی از کشورهای اسلامی و ازشون خواستم که ماجرای این شخص رو، فرعون رو، برای من تعریف کنن که چرا این مومیا، این شخص زنده است در حالی که هیچ دلیل وجود نداره. تمام اونها از بین رفتن الا این. خب اینم یکی از اونا بوده دیگه. خب چه پس این چه علتیه و چه فلسفه‌ایه؟ بعد میگه که یکی از علمای مسلمان کتاب قرآن مجید رو میگه باز کرد و شروع کرد به خوندن آیه. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه. سبحان الله. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه. ما امروز بدن تو رو سالم نگه خواهیم داشت، بدن تو رو نجات خواهیم داد، اونو برای چی؟ لمن تکون لمن خلفک آیه. برای اینکه برای افراد بعد از تو یک عبرت و یک آیه و نشونه باشه. وقتی که این آیه رو میخونن بلا فاصله موریس بوکوی میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. یک شخص نصرانی، یک شخصی که مدیر تیم جراحی در اون وقتش بود، این شخص مسلمان میشه و بعد از اون کتب خیلی زیادی رو مینویسه. ببینید الله سبحانه و تعالی این آیه رو در حق فرعون گفته و این شخص به نام موریس بوکوی یک نصرانی میاد و مسلمان میشه و ایمان میاره. بله واقعا واقعا ما داخل بشم. یک چیز قابل یادآوری است برادرای که تماس گرفتن، اینها هم یک نقطه را باید ما اشاره کنیم که تمام ادیان سماوی از یک چشمه اونها سرچشمه گرفتن، از یک منبع سرچشمه گرفتن. تمامش ادیان الهی بود و تمامش پیامبران خداوند بود و تمام کتابای آسمانی که برای بشر داده شده بود از طرف خداوند بود، یعنی کتابای آسمانی بود. بزرگترین فلسفه دین مایی است که این دین به خاطر تمام بشر فرستاده شده است. ما اگر قضیه ایمانیات بحث بکنیم، ایست که مثل که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که ما پیغمبرا برادران سکه هستیم، ما از بنی یعنی برادرای علاتی هستیم، یعنی سکه هستیم در بین خود، مثل هم برادر هستیم. درسته. سیستم یعنی دیانت های آسمانی بود، وقتی که هر پیغمبر می آمد، پیغمبر آینده او را شرعش نسخه می کرد. درسته. تشریعش نسخه می شد، یعنی عمو تشریعی که مسائل احکامی بود نه مسائل عقیده. در مسائل عقیده تمام پیغمبران با هم متفق هستند. درست. در مسائل اصول دین، اصول عقیده هیچ کسی اختلاف نداره، یعنی از زمان آدم علیه السلام تا زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم تمام پیغمبران متفق هستند در مسائل عقیده و اصول دین. تنها در فروعات دین اختلافاتی بود. آن موضوع مسیحیت یا اسلام اگر ما شما بحث بکنیم، مسیحیت یعنی دینی که به عیسی علیه السلام آمده بود و دین حق بود، کتابی که به عیسی علیه السلام داده شده بود، انجیل حق بود، ولی وقتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمد دین عیسی علیه السلام نسخ شد، انجیل نسخ شد، تورات نسخ شد. درست. زبور نسخ شد. تنها یگانه کتابی که باقی مان او قرآن کریم است. درست. و این قرآن کریم کتاب خداوند است. درست. تا روز قیامت نسخ نمیشه. درست. و پیامبر صلی الله علیه السلام خاتم الانبیاء والمرسلین است. بله. تا روز قیامت دیگر پیغمبری نمیاد. درست. جز عیسی علیه السلام، جز عیسی علیه السلام نازل میشود که نزولش یکی از نشانه های قیامت هست. بله. ولی عیسی علیه السلام یکی از پیروان دین پیامبر صلی الله علیه السلام است. سبحان الله. خود حضرت عیسی علیه السلام تابع دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است و تابع شریعت پیامبر صلی الله علیه و آله. و حتی در روایت آمده که در پهلوی قبر پیامبر صلی الله علیه و آله دفن میشود. سبحان الله. یعنی بعد از نزولش که مفسر میگوید که 7 سال در روی زمین باقی میمانه، بعد از اون رحلت میکنه که نزولش یکی از نشانه های قیامت هست و بندی از بندگان خداست. بندی از بندگان خداست. و تابع شریعت پیامبر صلی الله علیه و آله. و این آدم برادرها باید بفهمند که عیسی علیه السلام به شریعت جدید نمیآید که او نسخ کنه شریعت پیامبر صلی الله علیه و آله. شریعت پیامبر صلی الله علیه و آله شریعت ابدی و جاودان است، تا روز قیامت دوام داشته باشد و قرآن کریم کتاب ابدی است، تا روز قیامت باقی می باشد. درست. و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله رسالت بر تمام بشر است که او نسخ نمیشود. پس لذا ما در مسئله ایمانیات اگر بپیشیم که هدف از صحبت های ما همی بود که بلد. ما باید به قرآن که این کتاب به خاطر هدایت فرستاده شده است. و یک نقطه را ما می خواهیم که اشاره بکنم که یکی معجزات است و یکی رسالت هست. درست. اگر ما هر قدر در مسائل معجزات بپیچیم بحث بکنیم، مثل که شما
هم مسائل توضیح دادین که امروز علما اکتشافات میکنه حقایق قرآنی رو ثابت میسازه بر مردم که عین مسائلی که قرآن ذکر کرده امروز کشف شده. ولی هدف از این تمام اکتشافات چی است؟ در اونجا موضوع رسالت باید توجه داشته باشیم که این قرآن کریم به خاطر رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده که اون پیام برای انسان ها برسانه. درسته. پس پیام یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم چی بود؟ هدایت بشر بود. درسته. وقتی ما از معجزات صحبت میکنیم، هدف از معجزات است که مردم به قرآن رو بیارن. بله. قدر این قرآن رو بدونن. بله. و به قرآن ایمان بیارن. درسته. وقتی ایمان آوردن، از چشمه های سرشار این قرآن خود را سیراب بسازن. بله. و ای را رهنما و الگوی خود قرار بدن. خداوند متعال در آغاز سوره بقره می فرماید که ذلک الکتاب لا ریب فی، یعنی آغاز قرآن کریم است. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فی، یعنی الف لام خداوند به معنایش می فهمه. ذلک الکتاب یعنی قرآن که است، میگه هیچ شک شبه نیست که از جانب خداوند است. هدل للمتقین، این هدایت است، رهنماست برای متقیان، یعنی متقی از استفاده میکنه. ولی هدایت قرآن بر تمام بشر است که انسان ها از استفاده کنه و ایره الگوی خود قرار بده و ایره اونها از او مستفید شون. و نقطه اخیری که اشاره میکنیم است که تمام مسلمان ها برادرای ما که دیمای رمضان قرار دارن قرآن تلاوت کنن، تدبر کنن، از علومش خود مستفید بسازن. کتاب های است، انترنت است، علما هست، بشنن و از علوم قرآن، از مطالب قرآن خود مستفید بسازن. تنها تلاوت مطلوب نیست، بلکه علوم قرآن هم مطلوب است تا ایمان ما قوی شه و از علوم قرآن بهره مند شد. سپاسگزارم از توصیه خوبتون جناب استاد، استفاده کردیم. حقیقتا بحث بسیار مفصلی و من امیدوارم انشاءالله در هفته های آینده بتونیم همین بحث رو ادامه بدیم. بینندگان عزیز، همونطوری که جناب دکتر عبدالعلیم مسئله رو توضیح دادن، بدونید که این قرآن مجید معجزه تا قیام قیامت و تمام گروه ها، تمام احزاب، تمام فرقه ها هر کاری بکنن نمیتونن از این معجزه فرار کنن. یک شخصی، یک مشرکی میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که استخوان پودر شده یک انسان مرده دستش بود، این استخوان رو پودرش میکنه و بعد خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از باب استهزا میگه که چه کسی میتونه این استخوان پودر شده ای رو که از بین رفته دو مرتبه زنده کنه. الله سبحانه و تعالی در قرآن مجید چه زیبا به رسول خودش صلی الله علیه و آله و سلم میگه قل یحییها الذی انشأها اول مره. ای محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، به این شخص بگو همان کسی که برای بار اول اینو درست کرده دو مرتبه، همون ذات هم میتونه اونو درست کنه. این فهم بسیار زیبا، این فهم بسیار آسان، این فهم بیانی از اعجاز بیانی قرآن مجید. عزیزان من، قدر این قرآن رو در این شبها بدونید، خودتونو به قرآن بیایید و مزین بکنید، قرآن رو یاد بگیرید، در قرآن تدبر بکنید، فکر بکنید، بیندیشید، ببینید که دانشمندان گروه گروه می آیند و مراجعه می کنند به این قرآن در اکتشافات علمی خودشون. این قرآنی که 1430 سال پیش، 1420 و اندی سال پیش بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل میشه، از حقایقی صحبت میکنه که امروزه دانشمندان، پزشکان و زمینشناسان دست به دهان ماندن. قدر این نعمت بزرگ را بدانید و بچسبید به قرآن مجید. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همگی شما انسان ها بیایید و اسلام را در آغوش خود بگیرید، اسلامی که به شما زندگی میده، اسلامی که به شما سعادت دنیا و آخرت رو نصیب میکنه. به همراه کارشناس عزیز برنامه جناب دکتر عبدالعلیم با همگی شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدار همگی شما باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاسگزارم جناب دکتر، لطفی ارزان بسیار.